آخ دستمو زد سلام دوستای عزیز من حالتون چطوره؟ ما دوباره در خدمت شما هستیم با یک ویدیو دیگه با موضوع کشاورزی ویدیوهای با موضوع کشاورزی مون رو همه رو کردیم در یک پلیلیست کشاورز شو در این ویدیو من به شما میگم که کشاورزی چقدر به آدم آرامش میده و من فکر میکنم انسان باید برگرده به طبیعت و ارتباطش رو با کشاورزی و طبیعت بیشتر کنه در این ویدیو میخوام به شما نحوه درست کردن کود گزنه رو آموزش بدم کود گزنه چیه؟ یه کود گیاهی هستش و قبل اینکه توضیح بدم کود گزنه چجوری درست میشه بهتون بگم اصلا چرا ما داریم کود گزنه رو اینجا تو خونمون درست میکنیم اینا اولین اینکه ما خب گزنه زیاد داریم گیاهش رو و باید اینا رو ببریم و بریزیم دور حالا ایده تو ایران میگم میشه باش چایی هم درست کرد تو اینستاگرام ما دادن گفتن چایی میشه درست کرد توی ماست میشه ریخت و این کار ما هنوز نکردیم اما مشکل اصلی که ما داشتیم مربوط به دو سال پیش هم بود ما یه شته ای رو گرفت این درخت هلومون که نمیدونستیم چی کار باید بکنیم و من یه ذره سرچ کردم و با این سرچ اینترنتی متوجه شدم که بعضیا میگن کود گزنه رو شما چون مایه هستش میتونی با اسپری به درختایی که شته داره هم بزنی و این درخت با یه کود کاملا طبیعی و بدون ماده شیمیایی خودش در واقع ماده مصنوعی بگیم شیمیایی که همه دنیا شیمیه ام... چی میخواستم بگم کود گزنه کود گزنه یادم اف هم بگم آقا درخ سیبه تو یادم بیاد توی ویدیو این بالا ببینید که چجوری کاشتیمش و الان ببینید که چه شکلی شده خلاصه کود گزنه یک کود طبیعی گیاهی که من شنیدم برای شته خوبه و برای خود درخت این چیزایی بود که شنیده بودیم تو آلمانی هم بهش میگن برنسل یاخه و برنسل کلا میشه گزنه من چرا اونجا نشون میدم اینجا ما گزنه نداریم اینجا کود گزنه ای که آماده شده رو داریم اما قبل از اینکه کودو ببینید باید بریم به دو هفته قبل موقعی که من این گزنه ها رو جمع کردم و اونجا برای شما توضیح دادم الان دو هفته گذشته میخوایم ببینیم که چه شکلی شده و از این کودمون استفاده کنیم برگردیم دو هفته بعد دوباره همدیگر میبینیم فعلا آختونگ 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 یعنی هشدار توجه کود گزنه بسیار بدبوه البته فقط همون دو هفته بعدش ما کاری که میکردیم این بود که چند بار اصلا یادمون رفت بریم اونا رو برداریم و اینا مثلا یه ماه بود تو این مایه بودن و روش نوالتی در بود بعدش دوباره بوشون کم شد گزنه گیاهی است که اگر به پوستتون برخورد کنه پوست شما رو میسوزونه و علتش هم اگر دقت بکنید این تیغ های کوچولو کوچولویی هستن که هم روی ساقه گزنه هست من نمیدونم الان دیده میشه نه آره الان روی ساقه های گزنه رو دقت بکنید ببینید این تیغ های کوچولو کوچولو به محض اینکه این گیاه به پوست شما برخورد کنه میره داخل پوستتون روی برگش هم هست الان به خاطر نور اینجا دیده نمیشه اینا همهشون گزنه هستن دوستان همه اینا گزنه است و اینجا هم تمشک هستش که اینام چند وقت دیگه در میان و این تمشکام خیلی تمشکای خوبی هستن من شنیدم اگر گزنه کنار گیاهی در بیاد اون گیاه خیلی خوب رشد میکنه و از آفت و اینجور چیزا هم به میمونه باید دقت کنید که گزنه ها رو با دستکش دست بزنید ببینید وقتی با دستکش دست میزنید اتفاق خاصی نمیافته من فقط یک قیچی باغبونی هم نیاز دارم که اینو از پایین بتونم ببرم و بندازم این داخل اینجا ببین این سطل مخصوص کود گزن است یعنی بوش هنوز از پاسال که ما گذاشتیم هنوز بوش رو داره اصلا خالیش کردیم الان نزدیک یک ساله که این خالیه گزنا رو همینجوری از بالا میزنیم حالا من از ریشه نمیکنم که بتونه دوباره در بیاد من شنیدم که چایی گزنم خیلی خوب میشه ولی اینو مطمئن نیستم یه سری دوستان کامنت گذاشته بودن قدیم توی اینستاگرام که میگفتن چایش هم خیلی خوب میشه یعنی دوستان عزیز یکی از مدیتیشن های طبیعی و خدایی همین کاره باغبونی و کشاورزی من پیشنهاد میکنم بتون هر جایی که هستید حتی توی آپارتمان گل بکارید گیاه بکارید من خودم تجربه اینو تازه چند ساله دارم انجام میدم اطماعا علت اونم همون سفر زمینی به ایران بود با یه دوستی من هم سفر شدم که اون دوستم هم مثل خودم رشته برق خونده بود و بعدا رفته بود سمت کشاورزی و در این سفر اون تمام این تجربیات و تمام این حس خوب رو به من تونست با تعریف هایی که کرد من تا حالا یک بار ندیدم که کشاورزی کنه ولی با تعریف هایی که برای من کرد من رو علاقمند کرد به بحث کشاورزی از اون موقع هم دیگه من خودم این کار رو دارم انجام میدم حالا برای دوستانی که مقیم آلمان هستم من قراره ویدیو درست کنم و در اونجا توضیح بدم که شما اگر هاوس یا خونه هم ندارید زمین ندارید چجوری بتونید بازم کار باغ و باغچه و کشاورزی انجام بدید با مبلغ بسیار کم و عشقش کنید حالش رو بگید هیچ کاری به نظر من آرامشش از کاری که با طبیعت باشه با گیاهان باشه با حیوانات باشه نیستش برای زندگی شما یعنی واقعا عشق زندگی رو میشه کرد آخ دستم زد این قسمت دستم که باز بود خود دقیقاً به گزنه و سوزش شروع شد یک سمی رو فکر میکنم میزنه توی بدن یه چیزی رو میزنه که در واقع خوبه یعنی ما هم که چایشو میخوریم و ازش استفاده میکنیم همون سمه است ولی خب میسوزونه دیگه خیلی قشنگ الان پوست من داره میسوزه و حالا وقت آب دادن این گزنه هاست من الان 900 تا کامل پر آب میکنم و بعدش دیگه اینا رو میذارم تا دو هفته بمونه دو هفته گذشت و ما برگشتیم با کلی خبرای خوب خبرای خوبمون رو در روزهای آینده راجبش ویدیو میسازیم میبینید ما یه سفر رفتیم ویدیوهای اون سفر رو براتون میذاریم چند روزه چند قسمت هستش حتما دنبال کنید و ببینید و الان بعد از دو هفته این کود ما آماده هستش میخوام الان ازش استفاده کنم و به چند تا نکته باید دقت کنیم کود گزنر رو من تو اینترنت که دیدم درست میکردن برمیداشتن یه توری سفید رنگی و مثلا حالا سفید بود من رو. یه توری برمیداشتن این برنسل یا همون گزنر رو داخلش بعدم میذاشتن توی ظرفی توی آب همینجوری میموند اتفاقی که میافتاد این بود که آخرش این خانومه این چیز رو ور می داشت بلند می کرد و همه تفاله ها و آشخالاش توی اون بود دیگه اونو مینداخت دور و فقط مایه که داشت همون کوده گزنه بود ما سعی کردیم که اینو با حداقل امکانات و بدون هزینه کردن اضافی درست کنیم به خاطر همین من اینو معمولا توی سطل می ریزم و ایدهش هم اتفاقا بگم که به ذهنم رسید ایدهش به ذهنم رسید که یعنی کی اینو فهمیدم میشه این کاری کرد وقتی بود که ما یک سال درست کردیم و اصلا یادم رفت که همچین چیز درست کردیم این گوشه حیات بود و همون دلیلی که بهتون گفتم خیلی بوی بدی داره بوی بعدش همین علم هستش گوشه بودیم گوشه حیات و بعد از چند ماه فکر کنم واقعا شاید دو سه ماه گذشت و من هم دیدم که اصلا همش مایه هست و هیچی دیگه هم توش نیست اما یه درم بوش گذاشته بودیم الان ما اینجا در روش نذاشتیم از این برگای این درخته ریخته توش یعنی ما الان این مشکل رو داریم اما اگه شما یه در روش بذاری یه چوبی چیزی روش بذاری بعد مثلا دو ماه سه ماه واقعا میبینید دیگه هیچی نیست حالا ببخشید من نمیخوام واقعا ویدیو طولانی شه بعد این توضیحات رو بدم چون میدونم ویدیوهای ما رو یه سری آدمایی که متخصص هستن هم میبینن و اینا کامنت میذارن دوستانی که تخصص دارن لطفا بگن آیا اگر این طولانی بشه خواستش از بین میره این برای من سوال بود به شخصه چون من فکر کردم که خب این ایده خوبیه بزار مثلا دو سه تا درست کن برو سه ماه دیگه بیا دیگه نه توری میخوای نه هیچی همش تجزیه شده چند تا شاخه خیلی نازک توشه اونا که کامل راحت برمیداری با یه چوبی چیزی یا اصلا نه تهنشینن و کلا برگ مرگ و دیگه نه اصلا کلا هیچی وجود نداره توش اما باز میگم چون من متخصص کشا و کشاورزی نیستم شاید متخصصین بگن که خواسش هم از بین خواهد رفت و شما باید تو همون بعد از دو هفته یا ده روز اینو استفاده کنی اینو به من بگید خیلی خوب میشه چون این کود پاساله و الان یه سال گذشته همینجوری گوشه حیات بوده خب حالا اگه که میگید هم از بین رفته که پس من اصلا دیگه هیچ وقت اینو نمیتونم استفاده کنم و باید حواسم باشه هم افتاد و بعد همیشه حواسم باشه که اینو تازه استفاده کنم و بعد از همون ده روزم هم استفاده کنم پس این قسمتش مب هم میمونه برای خودم هم سواله میریم که این مایه رو الان بریزیم توی آب پاش نسبتش بهتون میگم نسبتش یک آب پاش ده لیتری توش باید یه لیتر از اون باشه و نه لیتر هم آب باشه باید با آب قاطی کنیم و بدیم اینجوری پای درخت ها ما چون الان خیلی شته نداریم البته شته داری یکی از درخت یه کمی ولی نمیخوام تو اسپری بزنم چرا اینم بهتون توضیح بدم اینکه خیلی بوش بده بوش هم میمونه من این ظرف رو تقریبا یک سال بود همین گوشه حیات بود ظرف رو بو کردم دم هنوز اون بوی بعد کود گزنه توش بود پس این ظرف رو یا چیزایی که استفاده میکنید براش رو حتما یادتون باشه یعنی بدونید که این بوش توش میمونه قیف من نمیخواستم استفاده کنم برای همین اما اگر بخوام الان توی اینا بریزم و کودر نگه دارم مجبورم از قیف استفاده کنم یا اینکه یک بطری که فاند نداشته باشه فاند بعضی بطری ها فاند داره شما پس بدید 25 سنت بهتون میده بطری پلاستیکی که فان نداشته باشه میخوای بندازی دور رو ببرش برعکسش کن بذار تو این ظرفا و به عنوان قیف میتونی استفاده کنی من اینو چند بار استفاده کردم اما الان چنین بطری هم نداری من سعی میکنم همینجوری بریزم اینو داخل این آب پاش این شما و این هم کود گزنه ببینید به این شکل زیر درخت بوده یه مقدار برگ و اینا رفته داخلش الان من میبینم این توش ممکنه اینه که باشه آره ببین توش باید که هم هست خب الان کار سخت شد چرا؟ چون که باید فکر کنیم ببینیم که از این کوده استفاده کنیم یا نه هفته گذشته سر اون مخزن آبی که برای آب بارون درست کردیم یه مشکلاتی پیش آمد که ویدیوش هم دیدید شما اعتمالا تو اینستاگرام با دوستان صحبت کردیم که فیلترش رو چیکار کنیم چون فیلتر اول بود بعد فیلتر سعی پر شد آب دیگه داشت فوران میکرد بارون داشت می آمد. من فیلتره کامل برداشتم دیگه آب همینجوری داشت میرفت داخل مخزن و گفتم که این آشغالایی که توش جمع میشه آیا خوبه یا بده یه عده گفتن که تخم حشرات اگر که جمع بشه و شما این آب رو بدی به درختها این برای درختها بده و کلا یه چیزی وجود داره به نام آفت و قارچ و کلا چیزایی که مضرن برای درخت که اونام به نظر من جزئی از طبیعت هستن و این طبیعت مال همه موجوداته ولی ما که میخوایم سعی کنیم محصولات کشاورزیمون اینجا بهینه باشه باید واقعا ببینیم که چی خوبه چی بده نمیدونم انجام میدم شاید اشتباه باشه شاید هم درست باشه دوستانی که بهتر میدونن لطفا حتما تو کامنت جواب بدید که هم ما یاد بگیریم هم بقیه دوستانی که این ویدیو رو میبینن خب و اما بریم اولین برداشت از آب بارون داشته باشیم ببینید این مخزن هستش که من مجبور شدم این پایینش رو ببندم حالا بعد میگم چه مشکلی پیش اومد <applause> یه توضیح کوچیک بخوام بدم بچه ها اینجا در ویدیو قبلی توضیح دادم که ما اینو نصب کردیم با کلی داستان و ماجرا تو این ویدیو بالا ببینید حتما ساختش خیلی جالبه و علت اینکه چرا مخزن بارون رو گذاشتیم و تو هزینه ها صرف جویی میشه کرد و میشم به محیط زیست کمک کرد در اون ویدیو دیدید که من اینجای ای توری گذاشتم بعد داخل اینجا یه هاشیهی بود که آب میرفت اون داخل و از این شیلنگ میومد پایین اینا اما دیدم جواب نمیده یعنی وقتی بارون خیلی شدیدی هم بود دیدم از این شلنگ هیچ آبی نمیاد داخل مخزن چیکار کردم گفتم من باید سر اینو ببندم اما چون اینجا این توریه که تو اون ویدیو دیدید توریه یه ایده بود حالا ایده خوبی هم نبود بهتر بود توری رو همون بالا میذاشتم خیلی بعدن کامنت کردن گفتن این توری رو گذاشته بودم داخل این و دیگه نمیشد نه در بیارم مجبور شدم که این کار بکنم ببینید اومدم و یه همچین چیزی رو فوم جالب هست از اسفهان خریدیم یعنی من نخریدم که از دوستان از فالورا تهیه کرد و برامون اوورد دستشون هم درد نکنه موقعی که میخواستیم حوزمون رو از اسفهان بخریم و با ماشین بیاریم خب ببینید اینو گذاشتم آب جمع میشد از این پایین همینجا میامد بالا میومد تا اینجا و دیگه همه آب اومد این داخل که اینجا مشکل اینو داشتیم حالا آب میومد ولی اینجا یه توری گذاشته بودم یه توری سفیدی بود که این توریه باز توش آشغال جمع شده بود و آباداش از بالا میزد بالا دیگه اون توریه برداشتم و بدون فیلتر کل آب ها اومد و داخل همین مخصن الان جمع شد الان دیگه این یک تن وزنش اصلا تکونش نمیشد بریم اولین برداشت رو حداقل ازش بکنیم من این چیزا هم گذاشتم اینجا سطلای آشغال رو و اتفاقا خیلی هم عالیه قشنگ دیگه اینجا دید نداره از تو خیابون که مردم رد میشن اینا رو نمیبینن این مخصن رو میبینن که تو ویدیو قبلی هم توضیح دادم خب کاری که باید اول انجام بدیم کتاب باز بشه خوبیه این, این یه خوبی داره ببینید خوبیشم هم اینه که خوبیش هم اینه که ببینید من اینجا یک شیری دارم با این قطر خب یعنی من میتونم این آب پاشم و با سرعت خیلی بیشتری ازش آب استفاده کنم و اینجوری آب بیاد توش الان میخوام خب اینو باز کنم برای اولین بار قبل از اینکه سفر بریم این در این سیستم رو گذاشتن رو این چیزا تو این پالت رو بردیم بالاتر که بتونم اینو بزنم زیرش اینم یه ایده خیلی خوبی بود وگرنه الان فرض کنید این یه تن وزنش بود رو زمین بود و اصلا نمیشه ازش استفاده کرد ویدیو سفرم که تا چند روز آینده سفر دو هفته پیش آماده میشه ببین دیدید با چه سرعتی این پر شد خیلی جالبه من اگر که میخواستم با شلنگ اینو با پر کنم با شلنگ آب حیات کلی طول میکشید و یه خوبی دوم این مخزن آب همینه راحت یه نزنا پر میشه ما یه علتی که کمتر از این استفاده میکردیم همین مسئله چیز بود که کلی طول میکشید تا این پر بشه مثلا میخواستیم رفتیم یه شلنگ خریدیم که راحت بتونیم با شلنگ آب کنیم ولی آب دادن با آب پاش هم خودش یه لذت خاصی داره اینم همین حوضیه که گفتم و اینم بقیه ماشه خب حالا باید از این خالی کنم این تو بوش انصافاً بده واقعا بوش بده ولی اون لذتی که پشت این کار هست که شما با طبیعت انگار داری در واقع یه بده بستون انجام میدی داری از طبیعت داری استفاده میکنی ولی خب یه حالایی هم بهش میدی در توانت اگه هست کمک میکنی به درخت ها گفتم کمک این کمکی هم که اینجا ما گذاشتیم ببینید که بر درخت انگور یه همچین چیزی که بتونه بیاد بالا این درخت چقدر کوچولو بود کاشته بوده مش. موقع ما اومده بودن اینجا همه این چیزا با پاشون زدن ریختن بیرون اگه حواسمون نباشه موقع بیان این ور همه چیو میزن به هم ولی خب این علف هم که این کنار هست و میخورن و کلا خوبه حضورشون خوبه ببین هر چی طبیعت رو به حالت عادیش بازگردونی یعنی حیوانات و گیاهان در کنار هم باشن این خوبه برای طبیعت یه نکته خیلی جالب بچه ها ببینید بالای این قسمت یعنی سر این آپاش از این دوندونا داره و خودش مثل فیلتر عمل میکنه یعنی اون کرم هم اگه این داخل باشه کرما نمیره توی درخت شاید مثلا تخم کرما بره ولی خودشون نمیره خب همشم به یه درخت نمیدم این مال درخت مو برای شما عزیزانی که تا اینجا گوش دادید یه نکته طلایی هم میخوام بگم که در زندگی کمکتون میکنه ویدیوهایی که ما میسازیم برای زندگی موفق و خوشبخت در آلمان خیلی ها فکر میکنن که اون بخشی از ویدیوهایی که راجع به مثلا عکس رزومه بود که واقعا یه ویدیو طلاییه اینجا میتونید ببینید فکر میکنن اون دسته از ویدیوها ها هستش که به آدم کمک میکنه در آلمان یا اصلا هر جای دنیا که هستید زندگی خوشبخت و موفق داشته باشه اما چیزی که نمیدونن دوستان عزیز اینه که شما اگر این موضوع رو این رو یعنی آرامش در زندگی رو نتونی داشته باشی خوشبخت نیستی هر چقدر هم پول داشته باشی هر چقدر بتونی به قول بعضیا میک مانی کنی پول بسازی باز هم از زندگی لذت نمیبری و من دوست دارم واقعا یعنی امیدوارم حالا به خاطر همین نو گذاشتم آخرش بگم که کسایی که واقعا ویدیو رو تا آخر گوش دادن این قسمت رو ببینن این هست در زندگی شما که کمک میکنه یعنی ارتباط با طبیعت کار باغچه کار کشاورزی این هستش که کمک میکنه شما زندگی خوشبخت و موفقی داشته باشی اگر ذهنت آرام باشه میتونی پلن بچینی میتونی انگیزه داشته باشی با انگیزه بیدار میشی با انگیزه کار میکنی هم پول خودش میاد هم خوشبختی خودش میاد هم آدم مثبت به پستت میخوره یه نکته آخرم بگم ببندیمش ببین خیلی از کسایی که تو آلمان زندگی میکنن میبینی که طرف میگه ایرانیا یا فارسی زبان ها یا ما خارجی ها خیلی بدیم من کلی زخم خوردم از اینا خیلی سر من اذیت کردن همه دوستای من, من یعنی هر کی به پست این آدم خدا نه منفی بوده خب از اون برم آدم میشناسم برای من پیام زده بود گفته بود ما تو آلمان کار میکنیم توی شرکت کامپیوتر فکر میکنم هفتاد درصد میتاب ایتقا و همکارمون هم چیزا آلمانی نیستن ایرانی هستن سی درصدشون آلمانی هن. حالا احتمالا رئیس شرکت هم ایرانی و اینا و ایشون میگفت خیلی جالبه برای شما بگم ما خیلی با هم خوبیم و خیلی ارتباط خوبی هم داریم بله دوستان عزیز آدمایی هم هستن که دوستای خوبی دارن ارتباطات خوبی دارن راهش هم خیلی ساده است خودت مثبت باش تا آدمای مثبت به سمت شما بیان و آدمای مثبت رو بتونی جذب کنی ممکنه لابلاش یه سری نخالم باشه یه سری حالا مشکلات هم باشه به پست چند تا آدم بعدم بخوای ولی عمومش بیشترش برای شما اتفاقات خوب میفته این تجربه شخصی هم خودم بوده هم خیلی دوستان دیگه اونایی که میبینن خودشون به آدم های مشکل دار میخورن معمولا عینک خودشون هم عینک بدبینیه این خیلی مهمه سعی کنیم عینکی که رو چشممون میذاریم عینک زیبابینی باشه تا عینک بدبینی همه چیز سکپتیش نگاه نکنیم به همه چیز مشکوکانه نگاه نکنیم آدم خوب حواسش باشه ولی خیلی هم دیگه بیش از حد نباید اینا اگزاجره بشه و نباید چی میگن؟ نباید بشه دوستتون دارم اینم یه ویدیو دیگه اگر میخواید حس خوب پیدا کنید ویدیوهای کشاورزی ما رو ببینید پلی رو گذاشتم پلی لیست کشاورز شو و فکر میکنم همه ما باید ارتباطمون با طبیعت رو حفظ کنیم تا بتونیم زندگی موفقی تو بیزینس و تو همه چیزهای دیگمون هم داشته باشیم خب اینم از ویدیو امروزمون تا برنامه بعدی همه شما به خدای بزرگ میسپارم لایک کردن و سابسکرایب یادتون نره فعلا خداحافظ